به نام یکتا پروردگار حق و عدالت، ماه مبارک رمضان بر همه مؤمنین و مسلمین جهان مبارک باشه. امروز مورخ هفتم می ماه سال 2019 است و اما میخوام فقط یک ویدیو کوتاه ثبت کنم و احوال آقای دکتر محمود احمدی نژاد رو بپرسم. بدین وسیله خدمتون عرض میکنم که آقای دکتر احمدی نژاد جمعه ظهر در منزلتون آقای دکتر سرافراز نامه رو تحویلتون داده بودن و ازتون خواسته بودن که یه امضا پای کپیش بندازین که نامه رو گرفتین. خندیده بودیم، درمونده بودین که این حرفا چیه. بعد از ظهر جمعه یا غروب جمعه فکر میکنم مسافری که نامه رو به دستشون داده بودن براتون بیارن منزل دوباره تشریف آورده بودن، نامه رو بهتون داده بودن، نامه اعمالتون عرض میکنم خدمتون، گفته بودن که یه امضا بدیم، چون من از هر دو نفر درخواست کرده بودم که امضای شما رو بگیرن. خندیده بودین، نامه رو گذاشته بودین کنار، حالا نمیدونم دیگه چه صحبتی کرده بودیم. به هر حال که کسی به ما امضایی نداد که این نامه تحویل شما شده، ولی میدونم که تحویل گرفتیم و خوندین. خیلی ممنون، مرسی که همه جوره اثبات کردید. من از آخر نامه میرم و خدمتتون میخوام عرض کنم که من آخر نامه به شما گفته بودم که اگر که به وجود الله یکتا به عنوان خالق و حاکم هستی و آسمانی بودن کتاب‌های تورات و انجیل و اینا ایمان دارید و به روز قیامت و خداوند ایمان دارید، خب یک پاسخی به این نامه ای من بدین که الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، بر خلاف تمام سخنرانی هایی که می کنید به عینه ثابت شد که خب شما اصلاً به این چیزها اعتقاد ندارین و شما هم فقط با به کار بردن نام خدا و امام زمان و خوبی و عدالت و اینجور چیزا فقط دارین از نام دین برای پیشبرد اهداف سیاسیتون استفاده میکنین. من حالا خدا رو شاکرم که بالاخره حالا هر چقدرم که شما بگین حالا نامه چیزی نبود و سندی نبود و اینا، کاری به این چیزا نداریم دیگه. از امروز مبنا رو بر این میذاریم که اون خدای زاده و خلق شده ذهن شهرزاد میرقلی خان که یه خدای خیلی مهربون، خیلی بزرگ، خیلی بخشنده است و تمام جهان و آفرینش رو خلق کرده و از ما خواسته که تنها کلامش این بوده که آقا انسان باشید و به همدیگه عشق بورزید، کلن اصلا تو ذهنیات منه و مثل اینکه ظاهرن اصلا وجود خارجی نداره. در زمان نامه های زندان هم اگه خاطرتون باشه من خیلی صحبت های از الله میگفتم و از اون پروردگار یکتا که من فرستاده او هستم و فلان و بیسار اینا، همینجا با ضرس قاطع خدمتتون عرض میکنم که خب حالا اون نوشته های من این قسمت های دینیش که بر اساس فشارهای زندان بوده همه اونها رو من زمان پابلش کردن دیلیت میکنم، کامل اصلا ایریز میکنم، چون چیزهایی بوده که حالا خیالات ذهنی من بوده، چون ظاهرا یه همچه خدایی اصلا وجود نداره، نه شما قبول دارین نه آقای خامنه ای قبول دارن، هیچ کدوم اصلا سران مملکت ایران کلا قبول ندارن، ملت هم که حالا هر کس اعتقادات شخصی خودش براش محترمه و هیچ ضرورتی نداره که ما بخوایم بیایم از دین برای پیشبرد سیاست استفاده کنیم. لذا من از امروز خدمتتون عرض میکنم با ضرس قاطع که دین از سیاست جداست، عیسی به دینش، موسی به دینش و ما هیچ کدوم از ما بنده ها حق نداریم که بخوایم اعتقادات و باورهای شخصی خودمون رو به هیچ احد ناس دیگه ای تلقین کنیم، چون حالا به نظر شخصی خود بنده ارتباط هر شخص با خدا یک ارتباط کاملا شخصیه که هر بنده پاسخگوی اعمال خودش به خداش به خدا هست و هیچ کدوم از ماها حق نداریم که تو کار یعنی مسئول اعمال دیگرون نیستیم. خب این که حالا بحث دین از سیاست جدا شد، در نتیجه ما دیگه اصلا از خدا و روز قیامت و اینجور چیزا صحبت نمی کنیم و برمیگردیم به اون ضرب المثل قدیمی که من یادمه وقتی بچه بودم
مثلا مهمون داشتیم منزل و مامانم خیلی از دست بابا عصبانی بود، گوششون صدا کنه. مامانم همیشه بابا که میرفت تو آشپزخونه میگفت قاسم بذار این مهمون ها برن، یک قیامتی برات به پا کنم که اون سرش ناپیدا. ما حالا میخوایم بگیم که این قیامتی هم که ما میخوایم پیدا براتون به پا کنیم همین گونه است. آقای محمود احمدی نژاد، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. من چند تا نکته رو می‌خواستم خدمت حضورتون عرض کنم که اول اینکه آقای دکتر سرافراز اگر که برای احقاق حق من وایسادن، موارد همه مربوط به سازمان زمان سازمان صدا و سیما میشه که تمام پرونده‌هایی که من خدمتشون داده بودم خدمت بازرسی سازمان فرستاده بودن آقای حسینی، در دست اقدام بود و در دست اقدام برای طی کردن مراحل حقوقی بود. در نتیجه حالا اگر که آقای رئیسی جدیداً شدن رئیس قوه قضاییه و حالا ارتباطات بعضی ها با آقای رئیسی خوبه و حالا یه خود خورده حساب های قدیمی با آقای طائب و این برامر دارن، اونا رو به زحمت اصلا دخیل نکنین در کارهای آقای دکتر سرافراز. شما خیلی خوب میدونین قانون اساسی ما چقدر خوب و قشنگ در جمهوری اسلامی ایران داره ادا میشه، هم من میدونم، اون بحث رو اصلا میذاریم کنار. در نتیجه اصلا از صحبت های آقای دکتر سرافراز و کارهایی که ما داریم میکنیم خواهش میکنم که برای پیشبرد اهداف سیاسی خودتون هیچ گونه استفاده و یا سوء استفاده ای نفرمایید. چرا؟ به خاطر اینکه من الان چند تا سوال از شخص شما دارم در خصوص شخص خودم که خواهش میکنم که پاسخگو باشید. خب من دیروز ویدیو و اسناد و مدارکی از نامه هایی که زمان آزادیم برای بچه های وزارت اطلاعات فرستاده بودم رو پابلیش کردم. بعد زمانی که من آزاد شدم شما همچنان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بودید، وزارت اطلاعات جزو کابینه شما بود. برای بچه های وزارت اطلاعات که این کارها رو با ما کردن و اومدن گفتن محمود سیف اصلا هیچ عددی نیست و هیچ، شما یه قول خیالی ازش درست کردی و اینا، که جزء نیروهای عزیز زمان شما بودن، شما لطف کنید به من بگین که چرا اون موقع نیروهای وزارت اطلاعات شما از من تعهد گرفتند که من محمود سیف رو سو نکنم، دولت آمریکا رو سو نکنم؟ کلا اون تعهدی که تو وزارت اطلاعات از من گرفتن به چه دلیل بود؟ یکی اینو بی زحمت روشن کنین، یکی این که بفرمایین که چرا من اگر نمیرفتم شبکه پرس تیوی مجبور بودم برم زندان اوین طبق اعلام نظر اعلام رسمی بچه های وزارت اطلاعات زمان ریاست جمهوری شما. شما بی زحمت اینم مشخص کنین، چون برای خیلی از عزیزان سوال پیش میاد که حالا غیر از این که انواع اقسام صحبت ها رو میکنن و فحش ها و فضیحت ها رو میدن که ما اصلا برای خودمون نمیاریم، ولی یه سری ها خیلی سوال های منطقی میکنن که آقا اصلا شما اگر که اینجوری بوده مخالف بودی، شوهر سابق تو دیده بودی، میدونستی چه وجوبه ایه و فساد اینها رو میدونستی، خب چرا رفتی شبکه پرستیوی کار کردی؟ که من فکر میکنم که شما الان اینجا باید بیا پاسخگو باشین که چرا بچه های وزارت اطلاعات به من گفتن یا اوین یا پرستیوی یا معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما. این یه دونه رو بی زحمت جواب بدین شما، بعد اصلا هم این ورمون نندازین، چون علارغم اینکه شما با سناریو نویسی و برنامه ریزی کامل و زمانبندی کامل و باد بنابرای جهت باد اهداف سیاسیتون رو پیش میبرین، بنده هیچ کدوم از این کارها رو نمی کنم. من روزی هم که قیام کردم علت اصلیش حفظ ایران و ملت ایرانه، چون که من میدونم، شما میدونی، سران مملکت ایرانم میدونن امریکا در خصوص جنگ با ایران کاملا جدیه. امریکا دولتی نیستش که، یه ناوگان، و شما میدونی دیگه، سران ایرانم میدونن یه ناوگان، میدونین حرکت دادنش از امریکا برای فرستادن به خلیج فارس چقدر هزینه داره و چقدر دلار باید خرج کنن تو این دور زمانه که همه چی رو پاشنه دلار میچرخه. خب من مطمئنم که جنگی در پیش رو خواهیم داشت و من هر کاری که از دستم بر بیاد برای ایجاد وحدت بین ملت ایران و جلوگیری از رسیدن به اهداف شوم جنگ جویانه جمهوری اسلامی ایران خواهم کرد.
در نتیجه چون بحث حفظ جان و زندگیه، من نه برنامه ریزی میتونم بکنم نه سناریو نویسی. شما بیاید مشخص کنین که اون بچه های وزارت اطلاعات اون زمان چرا این کار رو کردن. یکی این مورد رو بی زحمت بگین، یکی اینکه خدا پیغمبری که نداریم، خب اصلا از حیث سیاسی خدا پیغمبری رو ولش کنین، بیاید بگین که از حیث سیاسی چی شد که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران یه دفعه وارد پرونده شهرزاد میرقلی خان شد. شما این بحث خانم سارا شوردو که مقامات عمانی اومدن این وسط، خب شما این یه خورده بازش کنین و بگین که چرا یک زن آمریکایی، آزاد کردن یک زن آمریکایی بر در مقابل آزاد کردن یک مادر اسیر دو تا بچه یتیم ایرانی برای شما ارجحیت داشت. یکی اینو بگین که چرا 2 سال هی بازی کردین، بعد اون دوتا هایکرهای بعدی رو 2 سال بعدش آزاد کردین. بعد یه نکته دیگر هم بگین که آیا واقعا پولی گرفتین؟ این نفری 500,000 دلاره که میگفتن واقعی بود که مثلا به شما دادن، یا اینکه نه اونم غیر واقعی بود. شما این مسائل رو روشن بکنید دیگه، به قول معروف گفتنی شما سوی خودتون برین و منم سوی خودم. حالا آقای رئیسی اومدن، قوه دادگستری خیلی خوب شده، همه چه خیلی خوب شده، اینا همه از نظر شماست و برای سیاستمداران. که البته محمود آقا جان ببخشید، من عذرخواهی میکنم، من امروز پشت سرتون تو دلم گفتم که اوه 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 اوه، من فکر کنم زمان چرچیل این محمود فنقله احمدی نژاد چرچیل رو درس میداده، ایشون استاد چرچیل بودن. در نتیجه حالا اینا دیگه چیز نظرات شخصی منه، شما بفرمایین این گوی و این میدان، چون من که برای حفظ ایران و ملت ایرانم و جلوگیری از جنگ که ختم به جنگ جهانی خواهد شد، و شما میدونین چرا، چون اولین موشکی که ایران بخوره 3 تا موشک تو اسرائیل میخوره و همه کشور رو به هم میریزن، شما میدونی، من میدونم، آقای رهبر میدونه، مجتبی میدونه، طالب میدونه، همه اینا میدونن، ملت حالا دیگه انقدر سرگرمه یک قرون خرج نور شب و چه میدونم گذروندن و زندمانیشون هستن که اصلا پی اتنشن نمی کنن، براشون مهم نیستش که چیه. در نتیجه من که وای نمیسم آمریکا بخواد بیاد ایران رو بزنه، شما می حرکات جلف و آقایون تو خودشون ارائه بدن، شما بیا از حیث سیاسی این مسائل رو روشن کن، این مسائل رو روشن کن. من دادگستری ایرانو که اصلا قبول ندارم. حالا شما آقای بقایی و اینا رو گرفتن، آقای لاریجانی ها که هزار الله اکبر اصلا جزء پاک دستان جهانند، به شما ظلم کردم، به این بچه هاتون دوتا دونه بقایی و مشایی که ایشالله که هر بیگناهی، حالا اینو گذشته از شوخی جدی دارم میگم، هرچی زودتر از زندان آزاد بشه، ظلم کردن. امیدتون به آقای رئیسیه، من امیدم به هیچ بنی بشری نیست، به همون امیدم به همون الله و خدای ساخت پرداخته ذهن خودمه، خب خدای ساخت پرداخته ذهن منه که اصلا مال ذهن منه، مال شخص منه و از این به بعدم اصلا راجبش من صحبت نمی کنم. من میدونم و ایشون، شما خودتون بدونیم با خدای خودتون. بیاین تعیین تکلیف کنیم، ببینیم چند چندیم. شما که این همه میری سنگ ملت رو به سینه میزنی و خیلی کارها کردی و جلو تائب وایسادی و فلان و بیسار و اینا و دست و پاتو میخوام ببندن، شما بیا پرونده شهرزاد میرقلی خان از زیر قبر بکش بیرون، توضیح بده زمان ریاست جمهوری شما چرا وزارت اطلاعات از من تعهد گرفت و مجبور بودم بین اوین و پرستی به یکی رو انتخاب کنم. اینو دیگه شما نمیتونی بگی من رئیس جمهور بودم به من ربطی نداشته تائب کرد. اینو دیگه گردن تائب نندازین لطفاً. این دیگه شما بودین، بیاین بگیم ببینم چه جوریه. ایشالله که خوب و خوش و سلامت باشین، نماز و روزه ها و طاعات و عباداتتون قبول باشه و ایشالله که اون خدای ذهن من شاهد اعمال و چیزای شما باشه، خدای خودتونم که من نمیدونم چی کاره حسنه، چه جوریه چه جوری نیستش که شما اینجوری رفتار میکنین. من عرضی واسه گفتن ندارم و احترام میذارم به تمام عقاید و ادیانی که هست. خب خدا نگهدارتون باشد و ماه مبارک رمضان بسیار خوشی رو تا روز قدس براتون آرزو میکنم. اگر تا 1 هفته دیگه جواب منو نداده باشین، بعد من به نوع دیگه خدمت عرض ادب سلام میکنم. خدا نگهدارتون.